سلام و درود فراوان خدمت شما همراهان و دوستداران برنامه رنگ زندگی. عصر روز یک شنبه‌تون سرشار از شادی باشه. با بخش دوم مصاحبه‌مون با دکتر سیامک رهگشایی در خدمت شما هستیم و پاسخ مثبتی دادیم به سوال‌های شما. اگه دوست دارید جواب سوالاتتون رو بگیرید با ما همراه باشید. یه میان برنامه می‌بینیم و برمیگردیم. بینندگان عزیز دکتر با ما، سلام عرض میکنم دکتر سیامک رهگشایی، مرسی از اینکه وقتتون رو امروز هم در اختیار ما قرار دادید. سلام عرض میکنم، امیدوارم که روزتون بخیر باشه. بفهم. اگر یادتون باشه هفته پیش در رابطه با لاغری صحبت کردیم از طریق تب سوزنی، یعنی افرادی که چاق هستن و مراجعه میکنن از طریق تب سوزنی میخوان چربی بدنشون رو آب کنن. حالا چه راهکارهایی رو باید بعد از اون در پیش بگیرن؟ یعنی طول درمانشون به چه صورته و چه کارهایی رو برای یه طول درمانشون باید؟ حتما. کسانی که تب سوزنی انجام میدن اصولا احتیاجی به گرفتن رژیم کالوریک ندارند. چون که طبعا اشتهاشون تحت کنترل در اومده، حجم معده‌شون کاهش پیدا کرده و نیازی به گرفتن رژیم کالوریک نیست. از طرف دیگه کسانی که رژیم کالوریک میگیرن ممکنه که بتونن این رژیم رو یک ماه دو ماه اجرا کنن، ادامه بدن، بعد خسته میشن، این رژیم رو ول میکنن. اگه 4-5 کیلویی کاهش وزن داشتن، بعد از اینکه این رژیم رو دوباره ادامه نمیدن، به جاش 5-6 کیلو ممکنه که اضافه وزن پیدا بکنن. اون چیزی که ما از مریضا انتظار داریم در کنار تب سوزنی انجام بدن اینه که باید اصول کلی تغذیه رو رعایت کنند و عادتهای بدی اگه دارن اونو ترک کنند. مثلا از مریض درخواست میکنیم که آب به میزان زیادی بخوره. کسانی که آب میخورند میتونه که باعث افزایش متابولیسم و دفع سموم بدنشون بشه. کسانی که نخ دارن ما درخواستمون اینه که آب سرد و خنک نخورن، انقدر آب بخورن که همیشه رنگ ادرارشون بیرنگ باشه و زررنگ نباشه، تغلیظ آب تو بدنشون صورت نگیره. این نکته خیلی خیلی مهمیه که مریضایی که رعایت نمی کنن حتما برای لاغر شدن نیاز است که به این نکته توجه کنن. مطلب بعدی که از مریضا درخواست میکنیم انجام بدن و مادام العمر، چون اونایی که چاقن یه مشکلو که دارن ممکنه که همیشه درگیرش باشن. اون چیزی که ما از مریض میخوایم اینه که جویدن زیاد رو رعایت کنه. هر لقمه که میذارن دهنشون ما از مریض درخواست میکنیم که حداقل 10 بار 15 بار این لقمه رو بجوه، بعد قورت بده. در این رابطه توضیح میتونم بدم، مریضی بود به اسم آقای توماس فلچر تو آمریکا، خیلی چاق بودن. تمام روش‌ها رو برای اینکه وزنشون رو بیارن پایین اجرا کردن ولی موفق نبودن متاسفانه. بعد خودشون اومدن هر لقمه‌ای که گذاشتن دهنشون حدوداً 40 بار جویدن، بعد قورت دادن. بعد از یک ماه و یک و نیم ماه متوجه شدن بدون اینکه کار خاص دیگه ای انجام داده باشن شروع کردن به کاهش وزن. این یه علتش میتونه باشه که انقدر این روش مهمه که اسم این آقا رو گذاشتن روی این روش، بهش میگن روش فلچریسم، یعنی بیشتر جویدن غذا در دهان. توجیه علمی دیگه ای هم که وجود داره اینه که زمانی که ما شروع میکنیم به غذا خوردن دقیقا بعد از 20 دقیقه و ایناست که سیستم دستگاه گوارش ما یه پیام سیری رو ارسال میکنه به مغز و ما احساس سیری میکنیم. پس اگر تو این فاصله یه رو 20 دقیقه ما تونتون غذا بخوریم ممکنه اوور ایتینگ داشته باشیم، بیش از حد غذا خورده باشیم. پس زمانی که آهسته غذا میخوریم سر اون 20 دقیقه و نیم ساعت احساس سیری میکنیم و از خوردن بیش از حد پرهیز میکنیم. این مورد دومی که از مریضا درخواست میکنیم. بعد اون چیزی که مریضا باید تو تغذیهشون رعایت کنن اینه که از به اندازه کافی از پروتئین، از چربیا استفاده کنن، از غلات به اندازه کافی استفاده کنن. توصیه‌مون اینه که به جای مثلا نون سفید از نون جو سبوسدار، نونی که سبوس داشته باشه و آردش تصفیه نشده باشه استفاده کنن. قند و شکر رو توصیه میکنیم که حذف کنن، به جاش از کشمش، خرما، توت خشک یا عسل طبیعی استفاده کنن. خیلی خیلی توصیه شده که وعده‌های غذایی سر جاش میل بشه. هرگز توصیه شده که هیچ وعده غذایی حذف نشه. تو آمریکا تحقیق کردن دیدن کسانی که صبحونه‌شون رو میل نمی کنند چاق‌تر از کسانی هستن که صبحونه می خورند. پس هیچ کدوم از این وعده ها رو نباید حذف کرد.
به فکر این که مثلا کالری کمتری وارد بدن بشه. یادمون باشه هضم غذا خودش تو بدن کالری مصرف میکنه، پس اگر درست غذا بخوریم و غذایی بخوریم که کالری منفی داشته باشه، این میتونه به نفع ما در کاهش وزن باشه. یکی از مطالبی که تحقیق شده و توصیه میشه اینه که مریضا هر روز صبح یه سفیده تخم مرغ آبپز میل کنند. و بررسی شده دیدن میزان دریافت کالری رو میتونه که این کار تا 36 ساعت بسیار بسیار پایین بیاره. میان وعده ها رو نباید فراموش کرد. میان وعده مریضا میتونن یه دونه میوه بخورن. 3 تا میوه خیلی توصیه شده، سیب، گلابی و گریپ‌فروت، چون که متابولیسم رو نسبت به میوه دیگه بیشتر افزایش میدن. من معمولا به مریضا توصیه میکنم که 1 روز در میان 1 لیوان آب کرفس میل کنن. کرفس و آب کرفس کالری منفیه، میتونه که متابولیسم رو افزایش بده. موقع نهار شام حتما سالاد توصیه میکنیم ما به مریض، و جوونه ها رو حتما توصیه میکنیم. که از سس های مایونز اینا پرهیز کنن که پر کالری هستش، به جاش روغن زیتون و لیمو ترش توصیه میکنیم. گوشت سفید خیلی بیشتر توصیه میکنیم، مخصوصا گوشت بوقلمون، شترمرغ، که میتونه که تاثیر در افزایش متابولیسم به بدن داشته باشه. گوشت قرمز رو خیلی توصیه نمیکنیم. از نظر بهداشت تغذیه‌ای توصیه میشه که حداکثر در ماه 0.5 کیلو مریضا میل کنن، اونم گوسفندی کم چرب. پروتئین های حیوانی خیلی توصیه شده، مثل لوبیا، نخود، عدس خیلی توصیه شده که حتما مریضا باید 1-2 وعده اینو در رژیم غذاییشون داشته باشن. خیلی ها که علاقه به خوردن برنج دارن، ما توصیه میکنیم که هفته ای بیشتر از 2 وعده برنج میل نکنن، اونم در حد 1 کفگیر سرخالی با خورشتی که چرب نباشه یا با تیکه گوشت سفید باشه بهتره. سوپ و آش اگر چرب و اینا نباشه، قسمت غالبش سبزیجات باشه توصیه میشه. ماکارونی سبوسدار توصیه میشه. بقیه مسائل رو ما میگیم مریض مدیریت داشته باشه. اگر میخواد سرخ کردنی استفاده کنه یا فست فود رو بخوره، اینجا دیگه حتما مدیریت مریض خیلی خیلی میتونه نقش مهمی داشته باشه. مطلب بعدی که خیلی خیلی مهمه و میتونه خیلی کمک کنه به کاهش وزن مریض اینه که حتما توصیه میکنیم مریض شامشو زودتر بخوره. ساعت 7:30 حتما باید شام خورده باشه مریض. فاصله بین شام تا خواب حداقل باید 3-3.5 ساعت باشه. یکی از راهایی که مریض میتونه وزنش رو بیاره پایین به راحتی اینه که شام رو زود بخوره، بعد از شام از خوردن مواد پر انرژی و پر کالری پرهیز کنه. نهایتا اگر بعد از شام مریض گشنش بود، میتونه یه لیوان شیر کمچرب، یه فنجون ماست کمچرب یا یه میوه کم کالری میل کنه. فاصله بین نهار و شام حتما باز میام بعد و عصرونه لازمه که مریض میل کنه. میتونه یه لیوان شیر کمچر باشه، یه فنجون ماست کمچر باشه، یه دونه میوه باشه. باز اون چیزی که تأکید میکنیم مریض حتما تو رژیم غذاییش داشته باشه مغزا هستش، منتها چون پرکالوری هستن حتما در حد 30 گرم میتونن که مریضا اینو میل کنن. تمام مواد غذایی که باعث افزایش متابولیسم میشه میتونه مریض از اونها استفاده کنه، مثل دارچینه، مثل فلفل. خیلی توصیه میشه که کسانی که عادت دارن و میتونن غذاشون اسپایسی میل کنن. بعد چای سبز، اینا میتونه که کمک کنه مریض متابولیسمش افزایش پیدا کنه در کنار تب سوزنی که مریض داره انجام میده. بعد دیگه روزی 2-2.5 ساعت مریض میتونه ورزش حوازی داشته باشه، در کنارش ورزش قدرتی هم برای تقویت عضلات خیلی میتونه که کامل کننده باشه. بله خیلی هم خوب. میشه یه توضیح بدین که شما به بیمارانتون یک توصیه های ورزشی و غذایی دارین؟ یعنی بعد از اینکه بیماری به شما مراجعه میکنه، تب سوزنه رو انجام میده، شما توصیه های در زمینه ورزشی و غذایی دارید برای بیمار؟ البته رژیم نمیشه گفت، اصول کلی تغذیه. ما به مریضا توصیه میکنیم که البته در کنار تب سوزنی، چون عرض کردم اشتها کنترل میشه و حجم معده کوچیک میشه، مریض به هیچ وجه دیگه نمیتونه و نمیخواد که پرخوری بکنه و تنها اصول کلی تغذیه رو رعایت کنن کافیه. بسیار خوب، مرسی از توضیح کاملتون. اگه میشه در رابطه با کاربرد تب سوزنی در زیبایی هم توضیح برای بینندگان بدید ممنون میشم. البته تب سوزنی برای جوانسازی داستانش برمیگرده به چین باستان، که پادشاهان، ملکه ها و مشروعهاشون از این روش برای جوانسازی و زیبایی استفاده میکردن. یه روشیه که
میتونه گردش خون و گردش انرژی رو در صورت افزایش بده، باعث دفع سموم و مواد مضر از ناحیه صورت بشه، فیبروبلاست‌ها رو تحریک کنه که کلاژن سازی صورت بگیره. ضمن اینکه زیبایی در صورت رو ایجاد میکنه، طب سوزنی میتونه زیبایی در کل بدن رو ایجاد کنه. خیلی از عواملی که باعث یه سری مشکلاتی در صورت میشن، مثلا آکنه، مثل لک ها، میتونه که منشأ به اصطلاح بیماری تو بدن داشته باشه. فرض کنیم مثلا کسی تعالش دچار ضعف باشه، این تعالی که ضعیفه مسلما انرژی و گردش خون کمتری تو بدن این تولید میشه، پس جریان گردش خون و انرژی به طرف صورت کم میشه. تبستانی میتونه با تقویت تعال این نقیصه و این عیب رو منتفی کنه. یا کسانی که مثلا تعالشون ضعف داره، عضلاتشون میتونه شل باشه، دوباره تبستانی میتونه با تقویت تعال باعث استحکام و صلابت عضلات بشه و یه لیفت طبیعی رو برای مریض ارمغان بیاره. کسانی که ریهشون دچار ضعفه، چون ریه در ارتباط مستقیم با پوست و مو هستش، میتونه با تقویت ریه این زیبایی و بشاش بودن رنگ چهره رو به مریض برگردونه. در کل طب سوزنی میشه گفت که با افزایش گردش خون، با افزایش گردش انرژی، با تحریک کلاژن سازی، با تحریک فیبروبلاستا برای کلاژن سازی میتونه نقش بسیار مؤثر و مهمی برای زیبایی داشته باشه. در کنارش مریض باید یه سری نکاتی هم رعایت کنه، از نظر باز تغذیه، از نظر استراحت، مدیریت استرس، که اینا هم میتونه خیلی خیلی مؤثر باشه. خیلی هم خوب. ولی یک سوالی که خیلی برای من جالبه و فکر میکنم بینندگان هم در این زمینه فکر کرده باشن و براشون جالب باشه، اینه که آیا تب سوزنی هم میتونه جایگزین مناسبی برای داروهای ترک اعتیاد باشه؟ یعنی میتونه در این زمینه به افرادی کمک کنه که قصد ترک اعتیاد دارن؟ در مورد مسائلی که مربوط به اعتیاد میشه، بیشترین موردی که من خدمتتون میخوام عرض کنم وابستگی روانیه که مشکل ساز هستش. کسانی که سیگار میکشن، 70% از کسانی که سیگار میکشن تمایل به ترک سیگار دارن، 40%شون اقدام میکنن، فقط 2.5% نتیجه میگیرند. پس درمان ترک سیگار خیلی خیلی راحت نیست. راحت نبودنش از نظر وابستگی جسمانی نیست. تب سوزنی میتونه به مریضی که تمایل به ترک سیگار داره طبعا کمک کنه که علائم ویدراوال و ترک نیکوتین در اون مریض ایجاد نشه. یعنی مریض اگر نیکوتین به بدنش نرسید، دچار تپش قلب نخواهد شد، دچار بیخوابی نخواهد شد، دچار عصبانیت نخواهد شد. علتش هم اینه که با انجام تب سوزنی تو بدن یه سری هورمونایی آزاد میشه، مثل سروتونین، مثل داینورفین، اندورفین، آنکفالین. این مواد خیلی قویتر و مؤثرتر از نیکوتین هستن برای بدن، پس میتونن جایگزین نیکوتین بشن و مریض این علایم ویدراوال و قطع نیکوتین رو در خودش احساس نکنه. و اما اون چیزی که مریضای ما رو اذیت میکنه از نظر ترک اعتیاد وابستگی روانیه. اگر فرصت هست من یه مثال خدمتتون عرض کنم. فرصت هست؟ بله خیلی هم. بله وقت هست، میتونید توضیح بدید. وابستگی روانی رو دانشمندان و پزشکا بررسی کنن، اومدن یک میمونی رو داخل یک قفس گذاشتن، از طریق یک کاتتری که به رگ و ورید پشتی این میمون وصل بود، این کاتتر رو وصل کردن به یه دکمه قرمزی داخل این قفس. میمون هم که حیوان کنجکاوی، رفت این دکمه رو فشار داد. با فشار دادن اون دکمه یک دوز مشخصی از هروئین وارد بدن این میمون شد. میمون آموزش دید و یاد گرفت که هر موقع این دکمه رو فشار بده، یه دوز مشخصی از این ماده مخدر وارد بدنش خواهد شد و میمون حالت افوری و خوشی بهش دست خواهد داد. اینقدر میمون رو تو اون قفس گذاشتن که میمون کاملا اعتیاد به هروئین پیدا کرد. بعد از اینکه کاملا اعتیاد پیدا کرد، میمون رو آوردن بیرون، درمانش کردن که هیچ گونه وابستگی جسمانی دیگه به هروئین نداشت. یعنی اگر اون ماده مخدر به بدنش نمی رسید، دچار تپش قلب نمی شد، دچار دلپیچه نمی شد، دچار بیخوابی نمی شد، دچار درد نمی شد. گذاشتن یک ماه از روی این قضیه گذشت، بعد از یک ماه دوباره این میمون رو داخل اون قفس گذاشتن. اولین کاری که میمون کرد این بود که
سراغ اون دکمه رفت و پشت سر هم 2500 بار اون دکمه رو فشار داد. این یعنی وابستگی روانی. اون چیزی که در مورد اعتیاد خیلی 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 مهمه وابستگی روانی. اگر از جنبه وابستگی روانی مریض مشکلی نداشته باشه و بتونه خودش رو کنترل کنه، یا اینکه از طریق روانپزشکا و روانشناسا بتونه که این قضیه وابستگی روانیش رو کنترل کنه، طب سوزنی طبعا و قطعا از طریق درمان وابستگی جسمانی خیلی خیلی مفید میتونه باشه. بسیار عالی. میشه یه توضیح هم بدین در رابطه با درمان سردردها، میگرن و همچنین دردهای کمر یا دیسکای کمر؟ آیا تب سوزنی هم درمانی برای این مشکل ها داره و کمک به این بیماران میکنه؟ خواهش میکنم. در مورد میگرن تب سوزنی میشه گفت که یکی از بهترین روش ها برای درمان این بیماری هستش. آمارش بسیار بسیار بالاست. من طی 16-17 سالی که تو این زمینه کار میکنم، شاید استثناء مریضی بوده که سردرد و میگرن داشته باشه و از طریق تب سوزنی من نتونسته باشم که این مشکلش رو تحت کنترل در بیارم و مریض رضایت نداشته باشه. واقعا آمار درمان تب سوزنی برای کنترل سردرد و میگرن خیلی خیلی بالاست. من توصیه میکنم کسانی که میگرن دارن، کسانی که این مشکل رو دارن، حتما تب سوزنی رو تجربه کنن. بسیار بسیار براشون مفید خواهد بود و باعث میشه که توالی درداشون خیلی طولانی بشه، شدت دردشون کم بشه، کلا میگرن تحت کنترل در بیاد و مقدار دارویی که اینا طی هفته ها یا ماه ها میخورن خیلی 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 کاهش پیدا کنه. در مورد کمر درد و در مورد گردن درد، مواردی که نیاز به جراحی نداشته باشه، چون هر دیسکوپاتی و هر دردی رو نمیشه گفت که حتما باید تب سوزنی بشه. اگر کیس جراحی نیست و میشه از طریق غیر جراحی اونو مداوا کرد، تب سوزنی خیلی میتونه کمک کننده باشه. همین مطلبی که عرض کردم در مورد اعتیاد، با بالا بردن میزان اندورفین، آنکفالین، داینورفین، درد کنترل میشه. اینا اثرات شبه مورفین دارن و میتونن که درد رو کنترل کنن. از طرف دیگه خیلی از دردها میتونه به علت رکود انرژی حیاتی یا چی باشه. از منظر تب سوزنی، با انجام دادن تب سوزنی و کارهای جانبی که کنارش ما انجام میدیم، مثل موکسوپاسیون هستش، مثل حرارت درمانی هستش، مثل کاپین یا بادکش هستش به اصطلاح خودمون، میتونه که این جریان انرژی و گردش خون رو روان کنه و اون رکود خون و رکود گردش انرژی رو از بین ببره، در نتیجه درد هم از بین خواهد رفت. خیلی میتونه مؤثر و کمک کننده باشه، هرچند که در کنار تب سوزنی و این کارهای جانبیش باز یه سری نکاتی رو حتما به مریض گوشزد میکنیم که برای کمر درد و برای گردن درد حتما رعایت کنه که در کنار درمان با تب سوزنی حتما نتیجه بخش باشه. کمال تشکر رو دارم ازتون دکتر سیامک رهگشایی. مرسی از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. تشکر میکنم که این فرصت رو برای من دادین. از بینندگان گرامیتونم خدا بس. بینندگان، به بخش پایانی مصاحبهمون رسیدیم. مرسی از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. امیدوارم که از این برنامه لذت کافی رو برده باشید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. ولی یادتون باشه که ما همچنان منتظر انتقادات و پیشنهادات شما بر روی صفحه فیسبوک و وبسایت شبکه جهانی دریملند هستیم. تا هفته دیگه و برنامه دیگه، بدرود.